در همین ارتباط همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان که از لس آنجلس با ما همراهشن. خانم بنی هاشمی خیلی خوش اومدین. احمد وحیدی وزیر کشور که یک سرتیپ با سابقه سپاه است، خواستار نظارت بیشتر بر تولید لباس شده. ارزیابی شما از این نگاه امنیتی به تولید لباس مخصوصا برای خانم ها چیه؟ ببینید، من فکر میکنم که در این زمینه همونجوری که خودتون هم اشاره کردین که وزیر کشور یک فرد در واقع امنیتی و سپاهی هست، نگاهی که الان به خیلی از مسائل اجتماعی در جمهوری اسلامی میشه نسبت به شهروندان، در حقیقت یک نوع فرامین فراقانونیه و بیشتر جنبه امنیتی و سیاسی و حفظ یک سری از ایدئولوژی های خاص نظام رو دنبال میکنه. بنابراین من میتونم بگم که حتی این دستورات جدید با یه مقدار زیادی در واقع از برخوردهای جامعه حقوقی هم دنبال شده، یعنی همراه شده. حتی در این زمینه جامعه حقوقی نسبت به مسئله مثلا سختگیریهایی که در رابطه با حجاب وجود داره و اون چیزی که ما در قانون داریم و متفاوت رفتاری که داریم از سمت در واقع نیروهای انتظامی در ایران می‌بینیم با شهروندان نسبت به این موضوع، بارها دارن ابراز نگرانی می‌کنن. بنابراین من فکر می‌کنم که ما وارد یک فاز جدیدی از برخوردها شدیم که در حقیقت حتی این نوع در واقع صحبت ها داره جلو میفته از خود قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره و ما بارها نسبت به اون قوانین در واقع موازه کاملا منتقدانه داریم، ولی کار به جایی رسیدی که در حقیقت حتی قانون مجازات اسلامی الان انگار جوابگوی بعضی از این خواستهایی که در واقع در جامعه مطرح میشه از طرف حکومت، دیگه حتی قانونم نمیتونه اون رو پشتیبانی کنه. خب خانم بنی هاشمی، مسئولان ستاد امر بالمعروف و نهی از منکر هم گفتن موی خانم ها خاکریز اصلی نظام هست. خب چرا باید موی خانم ها باید خاکریز نظام باشه؟ مگه جنگه؟ ببینین، من فکر میکنم این به مبحثی رو که مطرح میشه، این گونه کلمات، انتخاب این گونه کلمات در واقع یک نوع تلقین اتفاقاتی هستش که جمهوری اسلامی و رژیم میخواد که در واقع به مردم تلقین بکنه. به نظر من جنگ واقعی الان در ایران جنگ معیشته، جنگ آب، جنگ برای در واقع به دست آوردن نان، شغل، عدم دسترسی به مسکنه. اینها چیزهایی هست که به نظر من شهروندان به طور واقعی باهاش دست به گریبان هستن و من نمیتونم بگم حتی در وضعیت عادیه، در یک وضعیت اضطراری به سر میبره، وضعیت تورمی و اقتصادی در ایران، که در حقیقت جنگ واقعی برای مردم اون هستش. اما تلقین این که خاکریز و جنگ اصلی جای دیگری است به نظر من کاملا در واقع خلط مبحثه و یک صحبتی داره میشه که کاملا در واقع تلقین داره میشه به جامعه که همچین اتفاقی، در حالی که به نظر من حتی اکثریت مردم، حتی کسانی که در واقع به دین و مسائل مذهبی اعتقاد دارن، امروز بیشتر در جنگ معیشتی هستند تا جنگ مسائل پوششی و مذهبی.